ششمین روز آبان ماه برابر با 28 اکتبر سال 1083 خورشیدی برابر با 1704 میلادی، درگذشت جان لاک، فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی و بنیانگذار فلسفه حکومت دموکراسی که در رینگتون انگلستان به دنیا آمد. وی تحصیلاتش را در آکسفورد به پایان رساند و پس از آن به تدریس زبان یونانی، معانی بیان و فلسفه پرداخت. وی در سالهای بعد به تفکر درباره اساس دموکراسی جهان پرداخت. کلید فلسفه لاک شامل دو کلمه توافق قراردادی است. وی اعلام داشت که تمام حکومت‌ها سراسر روابط انسانی و همه زندگی را باید به مساوی داد و ستد تلقی کرد. لاک بر این عقیده است که اشخاص مختلف دنیا را به صور مختلف می‌بینند، زیرا اگرچه حواس به ظاهر یکی است اما دنیا را متفاوت دریافت می‌کنند. وی حکومت خوب را حاصل قرارداد میان انسان با انسان می‌دانست و وظیفه حکومت‌ها را خدمت به مردم عنوان می‌کرد. لاک درباره حکومت عادلانه می‌گفت که باید مبتنی بر رضایت اکثریت مردم باشد. به مردم آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی انتخاب و آزادی دین بدهد و برای آنکه کار به خودکامگی نکشد لازم است که سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه با استقلال کامل وجود داشته باشند. سال 1265 خورشیدی برابر با 1886 میلادی، پرده برداری از مجسمه آزادی در ورودی بندر نیویورک. مجسمه آزادی که امروز سمبل ایالات متحده آمریکا محسوب می شود، با کمک مردم فرانسه توسط آگوست بارتولدی، مجسمه ساز معروف فرانسوی ساخته شد و از طرف فرانسویان به مناسبت 100مین سالگرد استقلال آمریکا به ایالات متحده اهدا گردید. فرانسویان با ساختن این مجسمه قصد داشتند اعتراض خود را به فشار و سرکوبی که در فرانسه آن زمان تحت سلطه رژیم ناپلئون سوم وجود داشت نشان دهند. بنیانگذاران این ایده از 100,000 فرانسوی در 180 شهر این کشور مبلغ 600 میلیون فرانک برای این پروژه جمع‌آوری کردند. با این حال به دلیل عدم همکاری آمریکا در نصب پایه مجسمه آزادی، این مجسمه با تأخیر پرده برداری شد. مجسمه آزادی که تجسم یک موجود اساطیری است، سمبل‌های فراماسونری شامل تاج ستاره‌ای به شکل هفت شاخه و کتاب و مشعل راهنما را به نمایش می‌گذارد و به شکل زنی است که مشعلی در دست راست خود گرفته و آن را به سوی آسمان بلند کرده است. بلندی مجسمه آزادی 46 متر و با احتساب پایه آن در حدود 94 متر می باشد و در مدخل بندر نیویورک در آمریکا نصب شده است. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، درگذشت هانری بوردو، رمان نویس فرانسوی که در منطقه ساووا در این کشور به دنیا آمد. وی در ابتدا برای تحصیل در رشته حقوق راهی پاریس شد، اما به زودی آن را رها کرد و به کار ادبی پرداخت. بوردو سپس در محافل ادبی رفت و آمد کرد و با نشر مقاله های انتقادی خود را به مردم شناساند، تا اینکه از 30 سالگی کار اصلی خود یعنی رمان نویسی و داستان سرایی را آغاز نمود. وی طی سالهای بعد در حدود 70 اثر شامل رمان، نوشته‌های انتقادی و نمایشنامه منتشر کرد که جامعه پشمین، برف بر گام‌ها، خانه و ترس از زیستن از جمله آنهاست.